G4. تمام حواسم به چشماش بود که زنجیر احساسمو بافتم، منو پشت کوه انداخت و منم ساده این بازیو باختم. دلم تنگ میشه به حدی کش نمیتونه بغض منو وا کنه، که میخوام یه دنیا به همراه من بگرد نشونی شو پیدا کنه. مرسا چرا خواننده شدی بی تعارف؟ یعنی تو چرا قبل از اینکه مرتضی فوت کنه آهنگ نمیدادی بیرون؟ آهنگ به این جدی یا پشت سر هم با کلیپ و اینا؟ 5-6 تا آهنگ برای من خودش ساخته دادم بیرون. بله کلیپ و انقدر جدی نبودی آلبوم بخوای جمع کنی؟ نه همیشه صحبتی که با مرتضی می‌کردیم اوایلش خیلی جدی تر بود، بعد دوباره وقتی ترانه‌ها جدی تر شد اومدیم صحبت کردیم با هم که بیایم به فوکس داستان رو بذاریم رو اون قضیه، بعد دوباره قرار بود با خود مرتضی بیایم یه اتفاق جدیدی رو تو صدای من پیدا کنیم. چون کلا اصلا ورود من به موزیک به خاطر خوانندگی بود، بعدم اومدم گذاشتم. بعد گفتیم یعنی ببینید برام فرقی نمی‌کرد هیچ وقت. بعد گفتم حالا که مرتضی داره از خوندن نتیجه میگیره منم از نوشتن، بیم کار ادامه بدیم. بعدن که همه چی بیشتر جا افتاد بعد میام فوکسو میذارم اون بر روی خوندن من. و اینکه این همه آهنگایی هم که پخش شد خیلی هاشو مرتضی شنیده بود، یعنی تو زمانی که بود ساخته شده بود. حالا خدا رو شکر اتفاق بهتری براش افتاد، بیشتر شنیده شد. و اینکه هیچ وقت نمیشه تاثیر جریانات مرتضی رو ندیده گرفت تو شنیده شدن ها دیگه. فقط چقدر تو تصمیمتون تاثیر داشت این اتفاقات؟ نه من میگم اومد مثلا من اومدم تو موزیک برای این کار روز اول. تو الان یه ترانه‌سرای موفقی که همه دوستان باید کار کنن، پول خوب میتونی در بیاری، چه دلیلی داره؟ خب یعنی لطمه بزنی به اون اسم اون ترانه‌سرای، چون اگه اینجا موفق نباشی لطمه می‌خوری. نه ببین اگه سعی میکنم کاری کنم که لطمه نخوره. مثلا دوست داشتی ترانه‌ای که مثلا خودت به مرتضی دادی خودت کاش می‌خوندی؟ آره یه نگران منی و می‌خواست خوش بخونه دیگه تیتراش ما هست. نه بعضیاش بوده که مرتضی برای من ساخته بوده، بعد دیدیم که رو صدای خودش بهتر بوده خودش خونده. مثلا زیادیو برای من ساخته بود یا دیگه کدوم آهنگش بدارم بود تو راست میگه برای یکی دیگه دوستامو ساخته بود به جاش یک کار دیگه بشته. اینجوری شده بوده. اذیت میشدی؟ نه خودم بهش میگفتم. آخه در نهایت اون نتیجه برای دوتامون بوده همیشه. پولم میگرفت در مرتضی دیگه؟ نه هیچ. ای چجوری پر پول در میورد؟ چجوری زندگی میکنی؟ شریک بودم دیگه. آها یعنی کنسرت ها به چیز میرسی؟ نه بابا. پس چجوری شریک بودم؟ شریکه؟ نه وقتی با هم کار میکنیم کاری که برای بقیه میساختیم خب طبق درصدی که با هم صحبت کرده بودیم که درصدی مال مرتضی بود درصدی مال من. چه جالب. پس از خودش پول نمی گرفتم، قرار بود به جای هر دوتا کاری که من براش می نویسم یه دونه آهنگ و تنظیم برام انجام بده. من یه انتقاد کنم بهت. بله من خیلی عذرخواهی میکنم ولی من واقعا ناراحت شدم اون پوستر دنیا دنیا رو که دیدم. آقا برای چی مثلا الان بعد مرتضی تو پوستر آهنگ تو باشه؟ چرا نه آهنگ در مرتضی خونده همه جای زندگی من تو پوستر آهنگ نباشه؟ خب خوبه آخه خوبه. آخه اگر میخواست پاشه بعد همون موقع که دیدی همه پویش سرم ترک میادن بیرون باشه مرتضی خب اون موقع همون دیگه اون موقع همه داشتن کار میکرد. اولا که من اون موقع حال همچین کاری رو نداشتم، یعنی اون موقع اگه من این کار انجام میدادم یه چیزی میشد که از خودم نمیتونستم گوش بدم بابا. ولی بعدا سعی کردم بیشتر آهنگه یه مستند باشه تا یه موزیک بیخیال شعرهای اصولی و اینا دیگه. آره خیلی خیلی بیشتر آهنگه 4-5 صفحه ترانه داره، بعد خیلی هاش تونتر بود خیلی هاش مثلا چه میدونم. و خودت سانسورم کردی تو آهنگ؟ آره دیگه بی خیال آدم های تازه اون که بی خودی بدونم بود بی خیال نسبت های خونی بی خیال حسرت جوونی بی خیال جس بی گناهی بی خیال عشق اشتباهی. من میگم که تو اون ایام انقدر همه با مرتضی پاشایی عکس یادگاری منتشر کردن رو کاورشون رفتن و
یکم اگزاجره شد، یعنی من دیگه واقعا حالم بد میشد، هر کی می اومد میگفت من رفیق شیشه چیز. حالا شاید حق تو بوده که عکس مرتضی روی کاورت باشه، ولی چون آخر از همه این کارو کردی. آهنگ مال مرتضی برای چی نباید بذارم؟ برای چی نباید این کارو بکنم؟ یعنی دلیل نبودنش رو من بگیم، دلیل بودنش که معلومه، من یه آهنگ براش خوندم بعد آخر سر هم خوندم. آره چون اصلا آخر از همه بوده یکم شاید مهمترین آدم مرساد بوده. آره ولی چون آخر از همه بوده مهمترین آدم دیگه استفاده کردن از اسم مرتضی. آره دیگه نه اومدم والا فیت دادم، نه اومدم میتونستی فیت بدی؟ یعنی داشتی ازش وکال؟ آره دیگه همه اینه، اصلا وکال آلبومو بچه‌ها حالا از خودشون هم بپرسیم نمیدونستن کجای کامپیوتره که من رفتم برای شما آوردم، گفتم یکی یکی پروژه ها رو بهشون گفتم سمینه. بعضی ها پیدا کرده بودم، بعضی هاش پیدا نمی کردم. مرتضی میگفتش که میگفت دوتا خواننده خیلی معروف یه کار خیلی هیتو اگه بیان با هم بخونن شاید قضیه موجهی باشه. چون صحبت شده بود که مثلا مرتضی من گفته بودم بهش بیا با هم بخونیم تو دورانی که بود. یه بار تولدم بود بهش گفتم کادوی تولدم نمیخوام بدی، بیا با هم آهنگ بخونیم. بعد گفت اگه اصرار کنی میکنم ولی برای دوتا هم بده، مثلا میگه نشه. گفت کار از حالت حرفه‌ای میشه دوره همی این آدمایی که مثلا تا به هم میرسن دو هفته با هم دوست میشن آهنگ میدن، بعد با این دعواشو میشه فوش میدن میرن با بعدی. تو ناراحت میشدی از حرفش؟ من اون موقع حالم گرفته شد ولی بعدم فهمیدم چقدر خوب بود، چقدر درست گفت. و بعدن دیگه بعد این همه اتفاقا اینایی که رفتن به زور باش فیت دادن مگه چه اتفاقی براشون افتاد که اون روز خواست برام واقعا معروف نشدن، منفور شدن. دقیقاً آخه خنده داره این حرفاشون دیگه، مثلا اون آدما دیگه بیان بگن خودش اومده با ما خونده دیگه برو برو بله. پیج اینستاگرام هم خیلی داستان، اول دست مهدی کرد بود بعد اومد دست مصطفی. دست مهدی بعد کی بود روز آخه شاهین دلی شاهین پسوردش داشت خود مرتضی. آخه روزای اول هی این فالوینگا عوض می‌شدن هی، چرا؟ یه بار گوشی مرتضی نمیدونم چی شد مثلا همه پاک شدن، یکی دو نفر موندن، بعد دوباره همه برگشتن اون یکی دو نفر هست. من همینجوری نگاه میکردم نمیدونم، به هر کی هم میگفتم میگه گوشی دست من نیست، من نمیدونم. ما به خانم قاسمی گفتم گفت دست من نیست، به مصطفی میگفتم میگفت دست اونه، به مهدی میگفتم تو کردی، میگفت من دیوونه خودم آنفالو کنم. آخرام نفهمیدم ولی آخر درست شدم بهش برگشت سر جاش. شاهینو ببین، شاهینه حتما اصلا دوست ندارم شاید دل من حرف بزنم چون عکاس بوده دیگه، ولی بعد قیچیش کردن تفلکو. چرا دیگه شاهین اونم داره نه من نمیدونم خواننده شد داره میخونه دیگه. چرا مریم قاسمی آهنگ خوند، شاهین دلیوه آهنگ خوند؟ دیگه چی خوند؟ آهنگ خوند بابا. نخوند. چرا خوند؟ خوند آقا. نه والله فقط یه بار تو ویدیو بابا اومده چیکار کرد؟ خوند آقا. نخوند. شاید هم شایعه است ولی من اون جاده یه طرفه که آره. واسه اون مریم نیست. نی شاهین خوند و مصطفی خواننده شده. من دیگه آدم شرکت کرد خط خود دوره یه بغضی هنوز حالا فارغ از این چیزا تو چشای مهرزاد میشه دید، یعنی انگار یعنی اون روزا هم واقعا ما حس میکردیم کی ناراحته کی ناراحت نیست دیگه. حالت گرفته است، درست نمیشه. یه جایی خراب شده که مثل اولش دیگه، مثل یه چیزیه که مثلا چسبوندی داری استفاده هم میکنی شاید و مثلا پایه مبله شکسته این گوشه رو چسب بزنی، ولی دیگه اون شکسته است همیشه درست نمیشه. به خاطر اینکه مثلا دوست معمولی هم دارم میگم یعنی مثلا دارم میگم از مرتضی خاطره بگو سرم گیج میره چی رو بگم کجا رو بگم چی بگم مثلا چیش خوب بود چیش بد بود. چرا ازدواج نمیکنه مرتضی؟ خب قصدش داشت کاراش انجام میدود، یعنی در شرف ازدواج نه بابا کارای موزیکشو میگم داشت انجام میدود، یعنی مشغول کار بود میشه. یعنی اون موقعی که کاراش سبک‌تر میشد شاید کامل جا میافتاد. مرتضی هنوز به نظر من یه روند رو به رشدی داشت، یعنی وای نستاده بود اون جایی که همه چیز سیبه بشه بالا. آره و قصدشو نداشت تا اون موقعی که داره پیشرفت میکنه این اتفاق بیفته. ببین چون تنها گفتگوی ما سر مورد آلبوم و ما اصلا قصد نداریم کسی حرف بزنیم، بعد دیگه تحمل کنیم ما رو سوالمون. مثلا اینکه تو با انتشار عکسای خصوصی مرتضی و مریم قاسمی تصمیم مریم قاسمی برای اینکه احقاق حق کنه موافقی؟ من گفتم کار خیلی اشتباه بود، خوشنم قبول کردم ولی دوباره مثلا اون هم گفت که این قضیه مقابله به مصر بود. من گفتن تو خدمتکار بودی فلان بودی، من گفتم بیا من خدمتکار با خدمتکارش که این همه عکس داره بزنی بابا یه عکس اینا همش مرتضی خدابیورز اینجاست، مریم قاسمی اینجاست، عقب مصطفیه داره سلفی تو هم هستی تو باشی نه نیستم مهدی تایید اون فیلمه اون فیلمه شما اکتیف دیدی فیلمش هم گذاشتن. آره فیلمش گذاشتن یه آهنگ عربی داره آره نشته بود که پس با کارگر خونه سلفی می عجب